من زینب صادق هستم. من مدت سال 1397 در یک از ولسوالی‌های شهر کابل به صورت انتخابی من انتخاب شدم به حیث رئیس شورای زنان ناحیه. و بعد از او چون که فعالیت هایی که ما در ولسوالی ها داشتیم، ولسوالی ها از خانومایشان تشویق بودن که عدم آگاهی از حقوق زن، از حقوق عدم خشونت، از چون که از تحصیل باز مانده بودن مشکلات فراوانی داشتن و اونا آگاهی از این نداشتن. و روزی که ما در به صورت انتخابی رئیس شورای زنان شدیم، ما تانستیم که از هر قریه و قصبات ما خانمایی که اگر با سواد بود، اگر بی سواد بود، کسایی که با استعداد بود که میتونست صدای خود بلند کنن، میتونست نماینده خانمای قریه و قصبات خود شود، همراه اونا دیدیم و اونا را خواستیم که در گروه خود عنوان عضویت همراه خود داشته باشیم که تا بتانیم که صدای ما را محکم و بلندتر بسازیم. استادان دوره لیسه هستم ولی آل دوره صدایی را فعلا درس میدم. واقعا جای نگران کننده است. واقعا صدا و تظاهرات زیادی ما انجام دادیم. به عنوان قهرمان مصداق شدن ما مظاهره کردیم ولی متاسفانه صدای ما نشنیدیم. اما قدر بر ما وعده میتن که مکاتب شروع میشه. حتی که میبینیم داریم فصل سرما نزدیک میشه و وقتی که سال طرف ختم سال تعلیمی و نمیفهمی چی وقت شروع میشه. یعنی چیزی که پیش از این مسئله ویروس کرونا بود، دختر از مطلب باز ماند و حالا که با آمدن امارت اسلامی باعث شده که دخترها خانه نشین شدن، واقعا یک نگران بزرگی است که به خاطر که ما کسایی که مدافع زن و حقوق زن بودن سالها تلاش کردیم، استادگی کردیم، باعث شدیم که دخترهایی که از مکاتب باز مونده زمینه پرسهای محلی و مکاتب محلی رو در قریه و قصبات و مکاتب ما انجام میدیم. دخترها رو در مکتب آوردیم ولی حالی که دوباره در خانه شیشتن واقعا جای نگرانی است و حالی که حقوق زن و فعال مدنی بسیار محدود است که در تظاهرات حاضر میشن و حاضر میشن که به صورت صوتی یا تصویری صحبت کنن، به اون خاطر که فعلا مسئله امنیتی است که باعث میشه که سکوت اختیار کرده همیدی. اگر خیلی تعداد محدودی که مظاهره میکنن ولی متاسفانه با لحظ کوب یا با تهدیدهای امنیتی که روبرو میشه مجبور است سکوت اختیار کنیم، به خاطر که فعلا کنم حامی نداریم که از ما حمایت کنن. چون که کشور ما یک کشور اسلامی بوده، حتی در محیط مکتب و دوره لیسه خویش امکان نداشت که چیزی بوده که غیر از اسلام بوده. دخترک ها با حجاب می آمدن می رفتن و استادای طبقه ذکورشان پدر معنوی ما گفتن میشه که همیشه او را یاد کردیم و گفتیم. حالا جب است که به نظر من، نظر شخصی من، مقام طالب ها بخاطر که اینا در گذشته برای مردم خود کسایی که طرفدارایشان بودن اینا گفتن که زن اجازه نداره تحصیل کنن، کار کنن. و امروز که وقتی که سر خوردن که جهانیان و سازمان ملل سریع متکیز که باید به رسمیت شناختن طالبا به شرطی که بتانه که بانوان پس سر کار بره و همچنین تحصیل خود ادامه بده.